مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در نشست پیشبرد آزادی مذهبی در جهان که در وزارت خارجه این کشور در حال برگزاری است، از آغاز ایجاد یک اتحاد بین المللی آزادی مذهبی خبر داد. همکارمان گیتا آریان در محل برگزاری این نشست. گیتا، از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌های سالانه آمریکا در مورد نقض آزادی‌ها از جمله دین و مذهب هم هست، آیا در این نشست هم این موضوع مطرح شد؟ 100%. دو مورد جدید هست که میتونم بهش اشاره بکنم که دولت آمریکا و به خصوص وزارت خارجه به ایران از همه جوانب توجه داره، از جمله همین آزادی‌های دینی و مذهبی. اولین که همین ساعتی پیش که مایک پومپو با یک سخنرانی جلسه امروز رو که روز آخر هم باشه شروع کرد، از کشورهایی که ناقض آزادی‌های دینی هستند به اون اشاره کرد، از جمله ایران. به طور مثال گفت که مقامات جمهوری اسلامی نمیذارن که اقلیت‌های دینی کتاب دینی داشته باشن و چند مثال دیگه. در ماه می مقامات ایران کار کردن اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌های بچه‌های مسلمان را منع کردند. ما خوب می‌دانیم ضرب و شتم و زندانی کردن یک امر عادی در آن کشور شده. ایرانی‌هایی که جرأت می‌کنند و از دین خود دفاع می‌کنند مورد سوء رفتار قرار می‌گیرند. آقای پومپو از یک مسیحی ایرانی که اینجا حضور داره در این دعوت شده به این نشست مثال زد که خانواده‌اش چطور در ایران پدر، مادر و برادرش دستگیر شدن و محکوم شدن. به هر حال ضمناً همین خانم دابرینا بتمرز در زمره کسانی بود که در شرایط او قرار داشتن در کشور خودشون و دیروز بعد از ظهر با پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید ملاقاتی داشتن. و مورد دومی که اشاره کردم این موردی هست که سخنگوی وزارت خارجه دیروز در رابطه با ایران منتشر کرد. ما در وزارت خارجه میزبان نشست وزرا برای پیشبرد آزادی مذهبی هستیم. آزادی مذهبی حق انسانی جهان شمولی است که ما آن را گرامی می‌داریم. ما بر این باوریم که همه باید برای پیروی از هر آیینی که به آن معتقدند و به انتخاب خود آن را عبادت می‌کنند یا نمی‌کنند آزاد باشند. رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین مخالفان آزادی دینی است. مسیحیان، بهائی‌ها، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان غیر شیعه همگی در ایران تحت ستم قرار می‌گیرند. چهارشنبه ها که بسیاری از شما در اعتراض مسالمت آمیز موسوم به چهارشنبه سفید شرکت می کنید، به ویژه انگیزه بیشتری به وجود می آید. ما شما را می بینیم و فریاد شما برای آزادی مذهبی را می شنویم. ما از مبارزه مردم ایران برای آزادی که آیین خود را انتخاب کنند و به ویژه از حق زنان ایران برای این انتخاب حمایت می کنیم. حق هر زنی است که حجاب داشته باشد یا نداشته باشد و ما از مبارزه زنان ایران برای تساوی در رژیم ایران حمایت می کنیم. صبح به هر حال پیام آقای پومپو این بود که آمریکا این مسئله رو بسیار جدی دنبال خواهد کرد، علاوه بر اینکه این اتحاد رو جدید ایجاد کردن، یک صندوق هم هست برای کمک به کسانی که در کشورهاشون مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و میخوان از اونجا خارج بشن. شهرام. گیتا آریان در وزارت خارجه، ممنون از گزارشت.